سلام و عصرتون بخیر، خوش آمدید به برنامه جان خوش جهان خوش با من زهرا یوسفی. آرزو میگم عصر خوب را آغاز کرده باشیم و تا این دم روزتون با تمام خوشی سپری شده باشد. امروز هم روز شنبه هست و موضوعی که همیشه در این هفته داشتیم و یا هفته های قبل در روزهای شنبه همیشه درباره نسایی و ولادی بودن، امروز هم موضوع برنامه را انتخاب کردیم یگانه چیزی که میتونه برای ما کمک کننده باشد بهداشت دوران بارداری هست، نکات هایی که ما در نظر نمیگیریم و یا هم بهداشت دوران بارداری چگونه هست و خانم چی را در نظر بگیرد و کدام نکات را اگر رعایت نکنند ممکن سبب شود که در همون جاها التهاب یا قارچ ها جایگزین شود و سبب شود که مضرات خیلی ناخوشایند داشته باشد. حالا یه خانم چطور بداند با چه علایمه و همچنان در صورتی که این بیماری را داره و از این عرض شکایت دارن چگونه میتونه از خود مراقبت کند، آیا خطر ساز هم هست و یا هم خیر، و همچنان در آخر در صورتی که ما ابتلا به این هستیم و بهداشت رو هم رعایت نکردیم و میدونیم که خیلی هم خطرساز بوده، پس چی باید بکنیم تا در امان بانیم و همیشه از سلامت بهداشت هم خود ما و هم جنین ما برخوردار باشد. پس همراهی ما کنید تا بدانیم که چگونه مراعات کنیم و چه نکات را. و همچنان مهمان برنامه امروز ما هست دکتر گلی میر عرب، پزشک عمومی رو با خود داریم و همچنان مشاور قابلگی را. و همچنان سوالی که شما دارین میتونید با ما در میان بگذارید و توصیه‌شون رو بشنوید. سلام به شما دکتر صیب، عصرتون بخیر. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همچنین هموطنان عزیز. امیدوارم که عصر خیلی خوبی رو در کنار فامیل هاشون داشته باشن. خیلی ممنونم شما، بازم خوشحال هستیم در یک دیگر از برنامه شما رو با خود داریم. یگانه چیزی که خیلی هم نادیده گرفته میشه همین عفونت های ادراری هست. حالا میخوایم در شروع بدانیم عفونت ادراری چگونه هست با کدام علائم؟ تشکر از سوال شما. اولین مسئله رو که باید ما در نظر بگیریم این هستش که چه تغییراتی در دوران حاملگی و حمل باعث میشه که کلن ریسک این که خانم بیشتر مبتلا به انتانات ناحیه ادراری بشه رو بالا ببره. یکی از تغییرات اساسی که در دوران حمل اتفاق میفته تغییراتی است که در ناحیه گرده ها و کلیه ها اتفاق میفته. این به دلیل هورمون خاص حاملگی است که به نام پروژسترون معروف هست و حرکات حالب کاهش پیدا میکنه. بنابراین ما در طی دوران حاملگی حتی احتمال سنگ های ادراری رو هم بیشتر مشاهده میکنه. همچنین میزان خونرسانی به گرده ها 40% افزایش پیدا میکنه. میزان استروژن که یکی از هورمون های شناخته شده هست در بین زن ها در دوران حاملگی می نهایت افزایش پیدا میکنه، به خاطر همین هم به دلیل افزایش میزان استروژن باز باعث میشه که میزان عفونت ادراری بالاتر بره. به طور کلی وجود هورمون های مختلفی که در طی دوران حاملگی تغییراتی درش اتفاق میفته، به طور کلی اینها هستن که باعث میشن عفونت دوران به اصطلاح ادراری در دوران حاملگی هم افزایش پیدا بکنه. درست. حالا این که اشاره کردین عفونت دوران بارداری، حالا چقدر اهمیت دارد و آیا انواع هم داره و یا خیر؟ بله بسیار خوب. عفونت ها در دوران حاملگی تقسیم بندی میشن به 3 تا از عفونت های واضح و مشخص که ما در کلینیک همیشه با اون برخورد میکنیم. یکی از عفونت هایی که بسیار معروف هست باکتریوری بدون علامت هست، یعنی وقتی بانوان میرن آزمایش میدن در طی آزمایش ادراری که از اونها گرفته میشه ما مشاهده میکنیم که واقعا عفونت ادراری دارن، ولی متاسفانه خانم هیچ گونه علامتی نداره و اصلا خودش متوجه این مسئله نمیشه. اینجاست که این مسئله حائز اهمیت هست که ما باید حتما ویزیت اولی که در دوران حمل باید خانم انجام بده در طی اون دوران حتما باید آزمایش ادرار رو انجام بده. بسیار از خانم ها میگن چون علامت ندارن، سوزش ادرار یا تکرر ادرار ندارند، پس من لازم نیست که آزمایش ادرار رو بدم، در حالی که دارم عرض میکنم خدمت شما که این باکتریوری بدون علامت یا عفونت ادراری بدون علامت هیچ گونه علامتی رو از خودش در بارداری نشان نمیده، ولی عوارض داره برای خانم. درست. با مزید که اشاره کردین باکتریوری بدون علامت، حالا وقت علامت نداره خانم چطور بدانه که سبب چنین بیماری هم شده؟ بحث اساسی و اصلی همین جاست. ما به خانم ها همیشه توصیه میکنیم که در یک دوران مشخص و واضح برای مراجعه بکنن برای اینکه مراقبت های دوران بارداری رو بگیرن. برای همین ما به خانم ها میگیم شما مراجعه کنید و آزمایش ادرار رو بدید، ولو اینکه هیچ گونه علامتی نداشته باشید باید این آزمایش رو حتما شما انجام بدین. البته درصد کمی از خانم ها از سوزش ادرار و تکرر ادرار و درد در ناحیه گرده هاشون شکایت میکنن، ولی واقعیت اینه که خیلی از خانم ها هیچ گونه علامتی رو ندارن و دادن آزمایش ادرار در اولین ویزیت بعد از اینکه متوجه میشن که حمل دارن واجب هست که حتما این کارو انجام بدن. درست.
پس نکته های دیگر هم گفتین که بخش اولش بود باکتریایی بدون علامت، بله که بله. یعنی باید آزمایش ادرار یک خانم اگر علامت هم ندارد انجام بده تا همون شکی که داره که آیا درباره ابتلا به عفونت ادرار هستن و یا هم خیر آشنا شوند. پس میشنویم آیا انواع دیگر هم به جز این داره؟ بله، یکی از انواع دیگه ای از عفونت هایی که در دوران حاملگی اتفاق میفته، که البته ممکنه در دوران غیر از حاملگی هم اتفاق بیفته، سیستیت هست یا عفونت مثانه. با معذرت دکتر صاحب، خانم صدف به تماس هست. بله، سلام علیکم. علیکم سلام. سلام خدمت شما و خدمت دکتر صاحب تقدیم میکنم. خدا کنه جور صحتمند باشن. فقط سوال داشتم اگر اجازه شما باشه خدمت دکتر صاحب بفرمایید. علیکم سلام خواهر عزیز، بفرمایید. دکتر صاحب، ما البته فعلا حمل گرفتیم، البته بار دوم است، البته طفل دوم است، ولی شاید 45 روز مقدر یا سرم گذشته باشه. تست کردیم، تست حاملگی مثبت نشان داده. بسیار کمر درد استم، کمرم بسیار درد میکنه و قسمت نفیرهایم بسیار درد داره. همچنان سردرد استم، تقریبا 3 روز است کاملا سردرد استم. فشارم هم چک کردیم، فشارم البته برابر بوده، پایین نبوده. نمیفهم دیگه دکتر صاحب چرا من تو بسیار قسمت کمرم زیاد درد داره و یک بیشتر سلفه میکنم، یعنی سلفه کدام عوارض بالای جنین خانه داره. درست، تشکر از تماستون خواهر عزیز. بعد از ای از دکتر صاحب پرسان میکن توصیهش بشنه. و یک سوال دیگه از دکتر صاحب داشتم که ما تقریبا 11 ماه پیش زقت کردیم و بعد از 11 ماه ما دوباره حمل گرفتیم، یعنی میگم چیز مشکلی نیست، اگر توصیه کنه برم خوبتر میشن. حتما بیننده باشین، توصیهش بعد بشنوید. تشکر، خدافظ. دکتر صاحب اشارت داشتن روی از این که بعد از این که باکتریایی بدون علامت هست، نکته بعدش کدام میتونه؟ حدود 2-7% خانم های ما دچار باکتریایی بدون علامت میشن و این بسیار حائز اهمیت بود. بعد از اون عفونتی داشتیم تحت عنوان سیستیت یا عفونت مثانه، برای ما خیلی حائز اهمیت هست. خانم با سوزش ادرار و تکرار ادرار مراجعه میکنه و خیلی وقتا شکایت از این دارن که ما تحت عنوان اورژانسی یا فوریت ادرار از اون یاد میکنیم. یعنی خانم ها میگن قبل از اینکه بتونن خودشون رو به تشناب برسونن، قطره ای از ادرار رو از بدنشون خارج میشه یا قطراتی از ادرار خارج میشه و یا حتی با خودشون با بی اختیاری ادرار نشون میدن. یعنی هنگام سرفه کردن، عطسه کردن و هر زمانی که فشار داخل شکمی افزایش پیدا میکنه، اینها کنترلی بر روی دفع ادرار خودشون ندارن. اینها علامت هایی هستن که نشون میدن خانم دچار یکی از انواع عفونت ها شده و باید حتما با توجه به عوارضی که بر روی جنین داره، با توجه به عوارضی که بر روی پیامد حاملگی داره، باید ما حتما عفونت های ادراری رو مورد درمان خودمون قرار بدیم. و دیگه از عفونت های ادراری که خیلی حائز اهمیت هست، تحت عنوان پیلونفریت یا عفونت خود کلیه و گرده اشاره میکنیم. این نوع یکی از اورژانس های طب و پزشکی هست که خود پارانشیم و بافت عملکردی کلیه درگیر شده. انتان میتونیم بگیم به صورت صعودی از ناحیه به اصطلاح حالب و از ناحیه مثانه به سمت بالا نفوذ کرده و خودش رو به گرده رسونده که طبیعتاً اونجا بی نهایت عوارض بدی رو برای خانم ها داشته باشن. ما نگران خانم ها هستیم اگر که دچار پیلونفریت یا عفونت خود گرده باشن. خانم ها تب دارن، از علامت های مشخصش تب، تهوع، استفراغ، لرز، که البته پیلونفریت در دوران حتی که یک فرد باردار هم نباشه با این علامت هایی که عرض کردم خدمتتون دیده میشه و جز اورژانس هایی هستش که 100% بر روی حاملگی و پیامدهای حمل و همچنین بر روی جنین تاثیرات سو و بدی رو خواهد داشت. درست. حالا هم شما سینه و یاد کردین باکتری بدون علامت سیستیت و همچنان پرینوفرید رو یادآور شدین که بله. در سیستیت بیشتر خانم سوزش ادرار را دارن. بله. حالا ربط با سوزاک داره و یا هم خیر یا متفاوت میتونه باشه؟ عرضم خدمت شما که در مورد سوزاک عامل اون نیستر یا گونوره هست، بیشتر به خاطر عفونت هایی هست که منتقل از راه جنسی هست، یعنی به خاطر رابطه جنسی به وجود میاد و این در زنانی که از نظر جنسی فعال هستن و به اصطلاح عفونت در همسران اینها وجود داشته باشه، سوزاک هم دیده میشه. بحث سوزاک یه چیز جداگانه است. من دارم در مورد ماها داریم در مورد سوزش ادرار با هم دیگه صحبت میکنیم. این UTI گفته میشه، عفونت سیستم ادراری گفته میشه، که این عفونت بیشتر برمیگرده به این که در دوران حاملگی برمیگرده به اینکه هم بهداشت خانم ها متاسفانه چیزی که هدف من بود از اینکه حتما در برنامه شما هم بسیک بشه، رعایت نکردن بهداشت عامل اصلی هست، بهداشت فردی عامل اصلی هستش که باعث ایجاد این عفونت میشه و همچنین همطور که ذکر شد
تغییرات نرمالی که در طی به صورت فیزیولوژیک در طی حاملگی اتفاق میفته خودش ریسک رو برای این که خانم عفونت ادراری بگیره بالا میبره. سطح اقتصادی اجتماعی پایین، مصرف الکل، مصرف دخانیات و همچنین سابقه بیماری های گرده خودش کمک میکنه به این که خانم در بار بعد که حامله میشه دچار انتانات ناحیه سیستم ادراری تناسلی خودش بشه. درست. حالا نظر به این سینه و که شما یادآور شه، اهمیتش هم این هست که ما باید یعنی برخوردار باشیم تا سلامت جسمی بعد میتونیم در نظر بگیریم. دکتر صاحب با مزاد یک تماس دارید؟ بفرمایید. بله، سلام علیکم. سلام علیکم خواهر عزیز. علیکم السلام خواهر عزیز، اسمتون و از کجا با تماس شدید؟ فرید هستم، از کابل تماس گرفتم. خوشحال شدم، بفرمایید. از دکتر صاحب این سوال داشتم. من مدت 30 سال میشه از دارسی معامل نگیم بیش دکتر صاحب هم رفتم، میگهید مشکل نداری، اکسری هم کدم، میگم ماینات ارمونی هم کدم، شاورم هم ماینات کدم، میگم مشکل نداری، اما من عمل نمیگرم، عادت ماور مایز منظم نیست. بیش دکتر صاحب ها که نیرم داریم تابلیت خوشی میتن میخورم، باز ماورم درست میشه، باز دوا خلاص میشه، بازم تو میشه علتی رایش پیدا نکدم. این همه در مدت 45 روز امی دفعه تیر شده دو دفعه مریض شدم، یک قسم رنگش نارنگ دیگه افرازات وقت اگر که یک قسم نستنه میشون علتش از دکتر صاحب میخواست بکنم. درست. خواهر عزیز تشکر از تماستون، بیننده باشین. در بخش دوم دکتر صاحب تاثیرش رو به شما میگم. تشکر از تماستون. دکتر صاحب بفرمایید، قسمی که اشاره کردیم نظر به اهمیتش که برای سلامتی خود فرد و همچنان جنایش باید در نظر گرفته شد. حالا میخوایم اصاب شما یادآور شده این که بهداشت عوامل اصلیش هست، از صورتی که خانم در نظر نگیرد. حالا برای اینکه ما جدی بگیریم و هیچگاه سبب همین سینمه از عفونت های ادراری نشیم، چقدر میتونه خطرساز برای خود مادر باشد و همچنان جنین؟ بسیار خوب، بسیار عالی. تاثیراتی که داره بر روی خود مادر، با توجه به اینکه من گفتم نهایتا این باعث فشار مضاعف بر روی گرده و بر روی کلیه میشه، نهایتا فرد دچار ATN یا از دست رفتن عملکرد خود گرده خواهد شد که طبیعتا ما خواهان همچین مسئله نیستیم. ولی اون چیزی که توجه به سر بخش نسای ولادی رو به خودش جذب میکنه تاثیراتی است که بر روی خود جنین داره. جنین هایی که مادرانشون دچار عفونت ادراری شده باشن با وزن کم هنگام تولد روبرو خواهند شد. همچنین این بچه ها زودتر از موعد به دنیا میان. همونطور که من عرض کردم در برنامه های قبلی هم، بچه که زیر 37 هفته متولد میشه بچه ای هستش که به صورت زودرس متولد شده و طبیعتا این افراد از نظر به اصطلاح سیستم تنفسیشون آماده این که در فضای بیرون تنفس بکنند رو ندارند. به طور کلی این دو تا از عواملی هستش که ما بسیار نگرانش هستیم. محدودیت رشد داخل رحمی از جز علامت های دیگه ای هستش که در این بچه ها دیده میشه و همونطور که عرض کردم خدمتتون وزن کم هنگام تولد. بنابراین با توجه به این عوارضی که از نظر ما بسیار جدی است و بر روی جنین داره، لذا ما باید حتما بحث عفونت های ادراری جدی بگیریم، آموزش به همگانی به مردم داده بشه، خصوصا به جامعه هدف ما که زنان باردار هستند، تا اونها کار درست رو در هنگامی که مواجه میشن با علامت ها به اصطلاح آگاه باشن ازش و به موقع مراجعه داشته باشن. علامت ها رو عرض میکنم خدمتتون چون بسیار حائز اهمیت هست. خانمی که متوجه سوزش ادرار هست، خانمی که متوجه فوریت در ادراره، یعنی متوجه میشه که نمیتونه ادرار خودش رو تا اون زمانی که لازم نگه داره، و همچنین خانم هایی که دچار تکرر ادرار هستن، اینا خانم های و درد در ناحیه پهلو دارن، حتما خانم هایی هستن که حتما باید به نزدیکترین کلینیکی که بهش دسترسی دارند مراجعه کنند تا در اولین فرصت تحت درمان و تداوی قرار بگیرند. دقیق. پس بگو شما یادآور شدین، باز هم برای این که اولین برنامه درباره عفونت ادراری هستن، شما هم بشنوین که چقدر خطرساز است. بعد دنبال از این برنامه های دیگر هم داریم درباره از اینکه آموزش چگونه است، قسمی که دکتر صاحب یادآور شدن. حالا دکتر صاحب شما یادآور شدین که با کدام علامت اگر خانم در خود ببیند پس حتما پیش دکتر مراجعه کنند. حالا این که بهداشت هم رول اساسی را دارد، میخوایم از شما بشنویم که در صورتی که از بهداشت صحبت میکنیم چگونه و کدام نکات از این های اهمیت است که خانم باید حتما در نظر بگیره. چیزی که اینجا نقش بسیار اساسی رو داره در بحث عفونت ادراری، استاز ادرار در داخل خود مثانه بسیار های اهمیت هست. اگر ادرار به اندازه کافی نتونه که تولید بشه یا نتونه که خارج بشه از داخل خود مثانه، مثلا شرایطی رو که خانم
مردم بیرون از خونه هست یا در جایی هست که خودش لزوم یعنی راحت نیست که به تشناب بره، بنابراین مقدار ساعاتی که نگه می‌داره ادرار در داخل خود مثانه خودش افزایش پیدا می‌کنه. اگر ساعاتی که ادراری که تشکیل شده در داخل خود مثانه افزایش پیدا بکنه، بعد از اون حمله میکروب‌ها و عوامل بیماری‌زا به خود مثانه اتفاق به خود ادراری که در داخل مثانه تجمع پیدا کرده اتفاق می‌افته و استاز ادرار و نگه داشتن ادرار از جمله مهمترین فاکتورهایی هستش که باعث عفونت ادرار چه در زنانی که حامله هستند چه در زنانی که غیر باردار هستند ایجاد میشه. همچنین استفاده نکردن از به اصطلاح وسایلی که برای بهداشت ناحیه تناسلی هست و استفاده خشک نکردن ناحیه بسیار حائز اهمیت هست و پوشیدن لباس‌های تنگ خصوصا لباس زیر تنگ خیلی حائز اهمیت هست. لباس‌ها باید نخی باشه حتما. عدم استفاده از میوه‌جات و سبزیجاتی که دارای ویتامین C هستن بسیار حائز اهمیت هست و ما میتونیم حتی برای این خانم‌ها پیشنهاد داشته باشیم که اینها میتونن که از ژل شستشوی بانوان استفاده بکنن یا از مواد شوینده‌ای که مواد محرک نداشته باشن مثل شامپوی بچه میتونن اینها استفاده بکنن. خشک کردن طریقه داره با دستمال تشنابی که استاندارد باشه، از ناحیه جلو به سمت رکتوم باید حتما شسته بشه. هیچ وقت عفونت و میکروب‌های ناحیه رکتوم به ناحیه واژن و به ناحیه یورترا یا ناحیه خروج جایی که ادرار خارج میشه هیچ وقت هدایت نکنن. بیشتر وقتا عفونت ها به دلیل اون میکروب هایی هستن که به صورت طبیعی در روی خود پوست ناحیه اوجان یا پرینه وجود داره، ولی با توجه به اینکه خانم بهداشت رو رعایت نمیکنه و این تعادل این به اصطلاح میکروب های خوب بدن از بین میرن، به خاطر همین هست که این از سمتی هم سیستم ایمنی مادر پایین اومده چون خانم باردار هست. همین اینها باعث میشه که دست به دست همدیگه بدن و شرایط رو فراهم بکنن برای اینکه خانم دچار عفونت ادراری بشه. درست. دقیق قسمی که شما یادآور شدین که کدام نکات یک خانم باید رعایت کند و خصوص وقتی اینا باردار هستن و یا هم باردار نیستن، اما مهم است که هر خانم باید در نظر بگیره تا هیچگاهی سبب عفونت ادراری نشن. و اگر باز هم شما مانند از اینکه سوزش ادرار تکرار ادرار رو با خود دارین، پس قسمی که دکتر صاحب یادآور شد تا آخر برنامه دنبال کنین که چی باید بکنین و کدام نکات میتونه کمک کننده باشه و چه وقت لازم هست که در کنار این علامت حتما یه خانم باید پیش دکتر مراجعه کنه تا از علائم حادش برخوردار نشه. قسمی که خطرات رو هم یادآور شدن که خطرش چگونه میتونه باشد. حالا دکتر صاحب از ویتامین C یادآور شدن، فقط استفاده کردنش میتونه مهم هست و یا ای که یه خانم به حیث در مواد غذاییشون داشته باشه مانند تبلت استفاده، کدام از اینها مهمتر هست؟ بسیار خب، یک سری مواد غذایی رو من ذکر میکنم خدمت شما که از این گونه مواد غذایی لطفا استفاده نکنن. مثل مرچ از عواملی هستش که جز غذاهای محرک محسوب میشه. غذایی که کافئین خیلی زیادی داشته باشه خیلی زیاد برای این خانم ها مطرح نیست. و همچنین غذاهایی مانند سوسیس، کالباس، اینها غذاهایی هستن که ما اونو به عنوان یکی از غذاهایی که کمک میکنه به اینکه عفونت ادراری بیشتر خانم دچار خودش بکنه اشاره میکنیم. همچنین به یک سری از غذاهای اشاره میکنم خدمت شما که این غذاها کمک میکنه به اینکه خانم کمتر دچار عفونت ادراری بشه. ویتامین C در آناناس وجود داره، همچنین در کینو وجود داره، همچنین در لیمو وجود داره و تمام میوه های ترشمزه ای که خوشبختانه ما در داخل کشور هم به وفور اونو یافت میکنیم. و همچنین وجود اینکه تابلت ویتامین C رو به صورت جداگانه به صورت یک مکمل استفاده بکنن خیلی شاید توصیه نشه، ولی خب اینو در سعی کن که در طی از میوه های استفاده بکنن و از همچنین از گوشت قرمز از ماهی استفاده بکنن که داره ویتامین C هست. توصیه من به خانم ها این هستش که یک قاشق چایخوری جوش شیرین یا پوری رو میتونن داخل آب بندازن و اونو میل بکنن. این خیلی زیاد عفونت ادراری رو جلوگیری میکنه. همچنین ماست از جمله موادی هستش که ما به خاطر که الان هم بحث پروبیوتیک و مواد پروبیوتیک خیلی به روز هست و به خاطر اینکه ما بتونیم اون فلورهای نرمالی که در داخل خود روده ها هست رو احیا بکنیم، توصیه‌مون این هست که میتونن که از ماست هم استفاده بکنن. به طور کلی استفاده از موادی که دارای ویتامین C هستن و رعایت بهداشت یکی از نکات اساسی هستش که ما در طی عفونت ادراری بهش اشاره میکنیم. در کنار اون هم مراجعه کردن به کلینیک و تحت درمان متخصصین قرار گرفتن یکی از کارهای مهم دیگه‌ای است که خانم‌ها میتونن انجام بدن و خواهشاً خود درمانی نکنن. و ما می‌بینیم که خب تا یک خانمی عفونت ادراری داره یک آموکسیسیلین دستش و داره می‌خوره، ولی خب ما
برای هر عفونت ادراری با توجه به اینکه ما کلچر ادرار رو انجام میدیم و ادرار رو کشت میکنیم، برای ما مشخصه که دقیقاً کدام باکتری و میکروب باعث شده که این عفونت ایجاد بشه و بر اساس آنتی بیوگرامی که ما میگیریم متوجه میشیم که اون میکروب بر ضد کدام آنتی بیوتیک پاسخ میده و برای اینکه مقاومت و رزیستنس در مقابل آنتی بیوتیک ها ایجاد نشه، دقیقاً با آنتی بیوتیک مورد نظر خودمون به اون میکروب حمله میکنیم، که این ممکنه که آنتی بیوتیک های مختلفی باشند که لطفاً از آنتی بیوتیک بقیه خانم ها استفاده میکنن اونها استفاده نکنن، در نظر داشته باشن که اینها حامله هستن، باردار هستن و ممکنه که به اشتباه رو مصرف کنن که با توجه به اینکه خودشون حامله هستن سیف نیست و اجازه مصرفش رو ندارن. دوز داروی ما متفاوت هست، روزهایی که ما ممکن 3 روزه، 7 روزه، 14 روزه خانم رو تحت درمان قرار بدیم و آزمایش ادرار رو براشون تکرار بکنیم. لذا یکی از نکاتی که بسیار حائز اهمیت هست، لطفاً از خود درمانی کردن و مصرف آنتی بیوتیک که هیچگاه برای اونها فایده رو نخواهد داشت، ضمن اینکه فقط باعث ایجاد ضرر در اونها میشه، پیشگیری کنن و از اونها از چیزی استفاده بکنن که در نسخه و طبق نسخه پزشکشون هست استفاده بکنن تا انشالله هر چه زودتر شفایاب بشن. خیلی ممنون شما.